خوانده است؟ هیچکی به جز خوانده نمیتونه دوستم و اینطوری تحت تأثیر قرار بده. سالها از این که نمیتونستم بهش نزدیک بشم عذاب میکشیدم، حتی الان که بهش نزدیکم عذاب میکشم. امیر، میدونی هانده هنوزم. این کارو نکن، این کارو نبا خودت بکن، نبا اونی که دوستش داری. فراموشش کن. فراموش کنم؟ بله. میدونی تا حالا کسی از نداشتن غرور نمرده؟ کرا، یه نگاه به من بنداز. از روزی که با فریحا آشنا شدم دارم دنبالش میدوم. آره درسته که الان کنارمه، ولی من هنوزم یه جورایی دنبالشم. وقتی تو چشاش نگاه میکنم میتونم ببینم که از یه چیزایی فرار میکنم، ولی من که تا حالا خسته نشدم و هنوزم دنبالشم. خیلی خوب، بیخیال، بهتره بیشتر از این احساساتی نشیم. اون وقت به جای این که به هم دیگه کمک کنیم حالمون بدتر میشه. اون کثیفه، این یکی رو بگیر. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. زهرا، به فریحا سر زدی؟ آره، دوباره بهش سر میزنم. آخه این دختره چرا یه همهدش درد گرفت؟ کاشکی براش لیمو و نعنا میجوشوندی. درست کردم، بهش دادم. میگم رضا، برای چی عمر رو نیاوردی؟ به خدا دلم براش یه ذره شده. آخه خدیجه گفت این پسره سرمو گرم میکنه، گفت با هم برمیگردیم. منم دیگه حرفی نزدم. نمیدونم ما اینجا چجوری میتونیم سرگرمش کنیم. خب کلسوم که دانشگاه میره و سرگرم درساش میشه، من فردا میرم با ویسل صحبت میکنم و مخارج دانشگاهو الان ازش میگیرم و بهش میگم یه ماه دیگه برمیگردونم. رضا بگیرش. این بابت چیه؟ این پولیه که برای بدهی ماشین کنار میذارم، یه کمی ازش برداشتم. میتونی شهریه دانشگاه کلسومو بدی؟ میرم یه سر به فریحا بزنم، بذار یه لیوان آبم براش ببرم. خب تو هم برو بگیر بخواب دیگه. خدا نکشت دختر، هنوزم بوی مشروب میدی. برو خدا رو شکر کن که بابات زود اومد، وگرنه میدونستم باها چی کار کنم. حلقمو میخوام. به بی خود حلقه حلقه نکن. مامان ولم کن. من که هیچ امیدی ندارم تو اون حلقه رو دستت کنی. مهم نیست که بدله و اصل نیست، مهم اینه که بی خودی نیست.
این حلقه نتیجه یه حرفمه که به محمد زدم و اون اینو بهم داد. تو به خاطر یه تیکه فلز بی‌ارزش داری جشن میگیری؟ من واقعا نمیدونم چی بهت بگم، اینقدر خوشحالی که انگار همین فردا میان خواستگاریت. خواستگاری میان؟ اگه من سحرم این کارم میکنم. من دارم رو محمد کار میکنم، اونم خیلی آروم، طوری که اصلا خودشم نمیفهم. منم خیلی دوست دارم بدونم وقتی آقا فیاض بیاد باهات چی کار میکنه. اسمشو پیش من نیار، تو رو خدا اسمشو پیش من نیار. ببین، با یه حرف دوتا انگشتر کرد تو دستم، ولی فیاض با این که میتونست اصلشو بخره، با این حال به خودش هیچ زحمتی نداد. دختر صبر کن ببینم، این حلقه رو بده ببینم، درش بیار، زود باش. دختر، این واقعیه بابا، حلقه بدلی که اینقدر سنگین نمیشه. اگه این یه حلقه واقعی و نگینش الماس نباشه، اون وقت من اسممو عوض میکنم. سحر، عمه چی میگی؟ سحر، فردا صبح اول وقت اینو باید ببریم پیش یه طلا فروش. دختر، این واقعیه. خب رضا، برو به سلامت. خداحافظ، مواظب خودتون باش. تو هم مواظب خودت باش. ممنون. مامان؟ ها؟ میشه چای دیگه بدین؟ بده، بخور استکانه تو بده. صبح بخیر بگو. محمد، انگشتر خواهرتو کجا گذاشتی؟ دختر، تو همون انگشتر بدلیتو گذاشته بودی دم دست. محمد، انگشترم کو؟ تو که دستت نمی کردی. یعنی چی که دستت نمی کردی؟ آروم باش. انگشترم کو؟ چیه سر سوی به خاطر یه انگشتر دادو بیداد را انداختی؟ مامان، صبر کن، دارم می گردم دیگه. محمد، با تو هم میگم انگشتر خواهرتو چی کار کردی؟ محمد، انگشترم کجاست؟ اوهو، انگشتری که تا حالا نگاش نمی‌کردی یهو با ارزش شد. محمد، بگو ببینم انگشتر رو کجا گذاشتی؟ ای بابا، خب یادم نمیاد. بالاخره پیدا میشه دیگه. ایش. چرا اینجوری دردو بیداد میکنی؟ منم دست و پامو گم کردم. یه کاری میکنی اونم بفهمه. آروم باش. پیدا میشه، آروم باش. بذار ببینم وسط مبلا نیفتاده؟ الماس سقیراتیه، قیمتش هم 45,000 دلار. باید این موارد هم در نظر بگیرم. حتما، درسته. باشه، خیالتون راحت. میبینم که اومدین استقبالم. خوش اومدین.
ممنون. مسافرت چطور بود؟ خیلی عالی بود حالون. میدونی که مردم شبا هم به اندازه روز پر جنب و جوشن. الان دیگه نوبت ماست. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اتفاق که نه، ولی جانسو دخترم دلم میخواد برای یه مدتی برای شب افتتاحی اینجا با ما کار کنه. البته چرا که نه. اوف، اینجام نیست. این چه وضعیه؟ دخترم گریه نکن عزیزم. فریها آروم باش. مامان چجوری آروم باشم؟ میدونی اون حلقه یعنی چی؟ خب چرا همینجوری زیر دست و پا انداخته بودیش؟ مدلش خیلی قشنگه. آره قشنگه منم. بله این جنسش تو بازار تکه، حرف نداره. روز بخیر. روز بخیر. روز شما بخیر. سلام عزیزم. چی شده؟ چرا اخما تو همه ها؟ اخم چیه؟ خب از قیافت معلومه که خیلی عصبانی. آها نه، فقط خوب نخوابیدم. با مامان تینا بحثت شده؟ همش تقصیر منه نه؟ نه عزیزم، با کسی بحثم نشده. حلقم ها اصلا در نمیارم، نمیتونم چشم ازش بردارم. اگه واقعیم میبود همینقدر دوستش داشتم. نه بابا جون، نمیخواد راننده بفرستی؟ من خودم میام. تازه اینطوری یکمی هوا میخورم. تقریبا تا یه ساعت دیگه میرسم. باشه خدافظ. اگه نمیخوای مجبور نیستی بری. من با بابات صحبت میکنم. تازه کار کردن تو هتل اصلا به نظرم منطقی نیست. دانشگاه داره شروع میشه، چه لزومی داره؟ من تو هتل کار نمیکنم، قراره برم تو کلوپ هتل کار کنم. نمیخوای که همچین فرصتی رو از دست بدم؟ این فرصت رو خیلی برای خودت بزرگ نکن. امیر صرف اوغلو کاری با هتل نداره. تازه اگرم داشته باشه، ببین حرفایی که زدیمو فراموش نکن. نباید وقتی باهاش آشنا شدی از فریها حرفی بهش بزنی. اینجوری ازت متنفر میشه. تازه تو که دوست نداری فکر کنه تو یه دختر حسود و لوس و نونوری. مامان امیر اومد، من دارم میرم. جانسو حالت چطوره؟ خوبی؟ نگرانت بودم. کجا داری میری؟ با دوستم قرار دارم. لباس تو لارا بهت داده نه؟ بهت میاد. ممنون. خب نمیری؟ دارم میرم. برو پیش رویای من، برو پیش کسی که رویای منه. برو ببینم تا کجا میتونی پیش بری. تا کجا؟
فریهای مست. هنوز سر حال نشدی؟ مامان چیزی نگفت؟ نه نگفت، منم زود خوابیدم. عزیزم میشه پایمو بخونی؟ جانه میگه دارم موج سواری میکنم، چه خبر؟ اونا رفتن مسافرت، امشب برمیگردن. شب بیا پیشم، جان خوشحال میشه. خانم اینجا نمیتونی پارک کنی. شما اینجا کار میکنی نه؟ بله. کارتون خیلی سخته، اینجا رفت آمد خیلی زیاده نه؟ قایق سوارا، مهموناشون، حتی اونایی که کنجکاون، شما هر کسی که میاد و میبینی نه؟ بله، ولی بهتر ماشینتون اینجا پارک نکنی. یه لطفی در حقم میکنی؟ نگران نباشی، این لطفتون بی جواب نمیمونه. سلام. خوش اومدی دخترم. ممنون. بشین. سلام. سلام جانسو جان، شنیدم تصادف کردی، بلا به دور باشه، الان حالت بهتره؟ خیلی ممنونم، خوبم. ایشالا بهترم میشه. چی میخوری عزیزم؟ قهوه لطفا. تا شما یه کمی راجع به کار صحبت میکنین منم زود برمیگردم. باشه. خب میبینم که داریم همکار میشیم. پسرتونم به ما ملحق میشه؟ امروز نه، راستش به خاطر بیماری مادرش تابستونو خیلی بد گذروند، رفته بود آمریکا، به خاطر همین فعلا کاری به کارش ندارم. ولی فکر کنم خیلی آزاد نمونده. یعنی خب شما آزاد گذاشتینش، ولی فکر کنم دخترها ولش نمی کنن. خیلی وقته که امیر فقط یه دوست دختر داره. جدی؟ فکر کنم از دست خبرنگارا در رفته. آره خوب تونست در بره، توی یه دانشگاه درس میخونن، شبام خیلی بیرون نمیرن. راستش فریها پسرمو سر برا کرده. پس تو یه دانشگاه؟ خوبه. قضیه این فریها فکر کنم خیلی جدیه نه؟ مثل این که آره، ولی دختره یه کمی زیادی ناز میکنه. وای، پس مسئله خیلی جدیه. خانواده هم که آشنا شدن؟ نه راستش هنوز نه، ولی کی میدونه، شاید به زودی آشنا بشیم. نمیدونم پدرش تو کار گردشگریه چیه. میدونه که اینجور کارا به کار ما مربوط میشه. آژانس گردشگری داره؟ باباش آژانس گردشگری داره؟ آقا اونال، میشه منو با پسرتون آشنا کنین؟ آخه من دانشگاهی که امیر درس میخونه قبول شدم، اگه قبل از شروع دانشگاه باهاش حرف بزنم فکر کنم کمک بزرگی بهم بکنه. فکر نمی کنم امیر گزینه خوبی برای کمک کردن بهت باشه، ولی چرا که نه، اگه بخوای با هم آشناتون میکنم. فقط این که من هنوز در مورد این شراکت چیزی به امیر نگفتم، سورپرایزه. باشه، فردا میشه فردا ما رو با هم آشنا کنین؟ باشه. خیلی ممنونم، با اجازتون. خب بابا چی؟ راستش من با یکی از دوستان قرار دارم فردا دوباره همدیگر رو میبینیم و زمان زیادی برای صحبت کردن در مورد کار داریم. خیلی ازتون ممنونم. دروغگو.
دوست دارم. منم دوست دارم. طرف جانسو ازتون معذرت میخوام. راستش خیلی دلش میخواد کار کنه ولی این اواخر یه کمی مشکل داره. نباید جوونا رو تحت فشار گذاشت. تازه جانسو دختر خوبیه. حداقل یه علاقه این نشون میده. فکر کنم پسرت هنوز از افتتاحیه این کلوب خبر نداره. ببین هالدون جان، من در کل پدر سختگیری نیستم. پسرم هم تاوان این بی‌مسئولیتیشو با قرار گرفتن در رأس مدیریت این کلوب پس میده. هی جوون، ستاره سهل شدی. وای ببین کی داره این حرفو میزنه. کسی که معلوم نبود تولدم کجا بود. میخوری؟ مگه نمیدونی که من با روزای خاص زندگی میونه خوبی ندارم؟ همین که بدونم روز تولدم برای تو روز خاصیه واسم کافیه. تو برای من خیلی خاصی. فردا حتما یه سر بیا هیلز. به خاطر چی؟ میخوام با یکی آشنات کنم. میزنم مامان. بهت که گفتم تو میتونی بری خونه، من کار دارم. کار نمی کنی، فقط داری سر خودتو گرم میکنی. فکر کردی با این کارهایی که میکنی میتونی مسئله اصلی رو فراموش کنی؟ آها، نکنه داری برای شوهرت کار میکنی؟ آخه نیمی از اموالت مال اونه. لارا زنگ زدم ولی موبایلتون خاموش بود. سنم خانم گفت که اینجایی. خیر باشه. چی شده؟ میشه برام یه لباس انتخاب کنین؟ ها؟ عجله دارم. صحبت کنی عزیزم. من اومدم بار با بابام یه کمی کار داریم، بعدا خودم بهت زنگ میزنم. فریها باشه، منتظرم.
سلام بابا. سلام پسرم، میخوام با جانسو آشنات کنم. میدونم با هم یک کمی آشنا هستیم ولی سلام. سلام، به جا نیاوردم. راستش تو باشگاه هم دیگر رو دیده بودیم. جانسو دختر یکی از همکارای نزدیکمه، میخواست باهات آشنا بشه. از امسال اونم تو دانشگاه تو درس میخونه. جدن؟ چه رشته‌ای؟ مدیریت. مدیریت؟ من به خاطر شغل بابام میخوام تو این رشته درس بخونم. آخه بابام هتل داره. کی میدونه، شاید با هم همکار بشین. بله. خانومی که منتظرش بودین اومد اسکله. خیلی خوب، ممنونم. خواهش میکنم. خیلی خوب، الان وقتشه که زندگی شاهزاده خانمو به هم بزنم. گارسون. خب چیزی هست که بخوای به دنیا بپرسی؟ فکر کنم شما کار دارین. نه راستش آره، البته یه بندازه کافی در مورد دانشگاه کمک کرده باشم. آره آره، خیلی ممنونم. خیلی خوب، پس راستی مسیرت کجاست؟ آخه من ماشین ندارم، این ساعت تاکسی هم سخت گیر میاد، الان همه جا ترافیکه. آره راست میگی، پس بیا من میرسونمت. کجا میری؟ اتیلر. میرم خونه. خوبه، منم میرم همونجا. فریها، ما داریم میریم، میدونی که ترافیک روزای جمعه خیلی سنگینه. محمد گفت میره ترمینال زهرا، تو میخوای بمون خونه؟ نه نه عزیز دلم، منتظر منه. آشغالا رو یادت نره جمع کنی. باشه ماما. خیلی خوب، آی خدافظ دخترم. خدافظ. عزیزم دارم میام. یه کار کوچیک دارم، میرم بیرون ولی زود بر میگردم. مامان و بابام رفتن دنبال عممینا، وقت زیادی ندارم. اگه خیلی وقت نداری میتونیم فردا هم دیگر رو ببینیم. نه نه، همین امروز. خیلی خوب، منم نزدیکای اتیلرم، یکی از دوستامو دارم میرسونم، رسیدم بهت خبر میدم. باشه. دوست دخترت صحبت میکردی؟ مشخص بود نه؟ یه کمی. چند وقته که با همین؟ خیلی وقت. فکر کنم خیلی دوست نداری راجع به مسائل شخصی صحبت کنی. اگه حرف بزنم که دیگه شخصی نیست. از سمت چپ برو. از چپ؟ اینجاها رو خوب بلدم. دیگه تقریبا رسیدیم. خونتون کدومه؟ همینجاست. اینجا؟ آره. پس شما توی یه ساختمون زندگی میکنی؟ با کی؟ با دوست دخترم، اسمش فریهاست. میشناسیش؟ آره فریها رو میشناسم. میگم میشه دو دقیقه با من بیایی بالا؟ ها؟ بابا میخواست یه چیزی به پدرت بده، من تو خونه جا گذاشتم، بدم بهت که شب بدی بهش. آره آره حتما، بریم.
یه لحظه، نفهمیدم. چیو نفهمیدی؟ مگه اینجا خونه فریحا نیست؟ نه، فریحا پایین زندگی میکنه. چه جالب، حتما من دارم اشتباه میکنم. بیا تو دیگه، پرونده‌ای که بابام داده یادم نمیاد کجا گذاشتم، باید بگردم. پس قبلا خونه فریحا اینا اومده بودی؟ آره یه بار اومدم. خاله زهرا، خاله زهرا، آشغال داری؟ داریم.